به نام و یاد عزت متعال و با عرض سلام و صبح همه بخیر، من احمد شعیب صدیقی هستم و شما را به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز خوش آمدید میگم. در این برنامه تا دو ساعت دیگر به تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان و همچنان به بحث و بررسی موضوعات مختلف با آگاهان امور میپردازیم. در بخش اول برنامه آغاز روز میپردازیم به پایگاه های خبری، تازه ترین و مهمترین خبرهایی که در خبرگزاری های افغانستان و جهان به نشر رسیده است. نخست از خبرگزاری آریانا نیوز آغاز میکنیم. آقای علومی گفته که تروریستان را پیش از رسیدن به هدف نابود نمایید. وزیر امور داخله به نیروهای پلیس دستور می‌دهد که گروه‌های هراس افغان را پیش از رسیدن به هدف به خاک و خون کشیده و با بلند بردن توانایی‌ها آماده پیکار با آنها شوید. سلمان خان به 5 سال حبس محکوم گردید. سلمان خان یکی از مشهورترین ستاره‌های سینمای بالیوود در پیوند به یک حادثه ترافیکی و 5 سال حبس محکوم گردید. او در سال 2002 موتر خود را بر 5 مرد خوابیده در کنار سرک رانده و یک تن از آنها را به قتل رسانده بود. اعضای جنبش دادخواهی برای فرخنده از بی‌گناه شمردن 18 تن شاکی‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید دادگاه باید در حکم بیگناهی 18 تن تجدید نظر کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اعضای جنبش دادخواهی برای فرخنده از بیگناه شمردن 18 تن شاکی اند. آنان میگویند دادگاه حکم را درباره این 18 تن در سراسیمگی گرفته است. کشته شدن 2 تن از سوی مدیر معارف ولسوالی شهرک ولایت غور. مدیر معارف ولسوالی شهرک ولایت غور 2 تن را پس از دادگاه صحرایی تیرباران کرده است. بستگان کشته شدگان میگوید وای 2 تن را به زن قتل فرزندش 8 روز شکنجه کرد و سپس آنان را به قتل رسانید. رئیس شورای ولایتی غور این رویداد را تایید میکند. بازداشت 142 تن در جریان 2 هفته از سوی پلیس کابل. پلیس کابل 142 تن را به اتهام جرم‌های گوناگون به شمول قتل و دزدی در جریان 2 هفته بازداشت کرده است. فرماندهی پلیس کابل میگوید که در میان این افراد 13 قاتل و 1 تن که صدها کیلوگرم مواد انفجاری را به کابل انتقال داده بود نیز شامل هستند. برخی از اعضای شورای ملی طالبان و انتحاری‌ها را نگهداری می‌کنند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب میگویند هستند برخی وکلا و اعضای خانواده های آنان که با تروریست ها همکاری دارند و از آنان حمایت میکنند. 4 تن از متهمان قتل فرخنده به مرگ محکوم شدند. 4 تن از متهمان پرونده قتل فرخنده از سوی دادگاه ابتدایی در کابل به مرگ محکوم شدند. قاضی دادگاه ابتدایی حوزه سوم امنیتی همچنان 18 تن این متهمان را هر یک به 16 سال زندان محکوم و 18 تن دیگر را به دلیل نبود دلایل براءت داد. و جزئیات بیشتر خبر از خبرگزاری آریانا نیوز. تروریستان را پیش از رسیدن به هدف نابود نمایید. وزیر امور داخله به نیروهای پلیس دستور می‌دهد که گروه‌های هراس افغان را پیش از رسیدن به هدف به خاک و خون کشیده و با بلند بردن توانایی‌ها آماده پیکار با آنها شوند. نورالحق علومی تاکید دارد که این گروه‌ها تلاش دارند با ایجاد پایگاه در افغانستان منطقه و جهان را ناامن سازند. وی میگوید که گروه داعش در افغانستان جایگاه نداشته و زمینه توانمندی این گروه در این کشور مساعد نخواهد شد. سریع‌ترین تفنگدارانی که عقاب‌گونه بر اهدافشان میتازند نخبه های پلیس که کارنامه های درشتی برای از پا در آوردن هراس افغانان به ویژه مهاجمان انتحاری دارند. وزیر امور داخله در میان نیروهای ویژه پلیس از آنها میخواهند برای پیکار با هراس افغانی آماده شوند. او میگوید طالبان فرصت عملی شدن برنامه های خود را نداشته و تلاش آنان برای برهم زدن امنیت به معنای نابودی آنها خواهد بود. اگر گروه های هراس افغان بخواهند قد علم کنند، شما آنان را به خاک و خون بکشید و به سرنوشت خودشان روبرو سازید.
پیش از این که افراد بیگناه را به قتل برسانند. به باور وزیر امور داخله، هدف اصلی حراس افگاران در این فصل مبدل ساختن افغانستان به سنگر نظامی و ناامن ساختن کشورهای منطقه و جهان است و به این مقصد نخواهند رسید. نورالحق قلوبی وزیر امور داخله می افزاید داعش در افغانستان جایگاه ندارد و هیچگاه برای این گروه مجال سربلند کردن را نیروهای امنیتی شما نخواهد داد. امروزه بار سنگین نبرد افغانستان را در کنار سربازان ارتش نیروهای ویژه پلیس بردوش دارند. سربازانی که در نزدیک به 20,000 عملیات ویژه از سال گذشته تا کنون بیش از 10,000 جنگجوی طالب را از پا درآوردند. و حال مرور داریم بر خبرگزاری رادیو آزادی. معصوب استانکزای نشست قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح خواند. بیش از 10,000 خانواده به خاطر درگیری‌های اخیر در قندوز بیجا شده اند. یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شد. آقای اتمر گفته حکومت افغانستان مذاکرات در عقب درهای بسته را نمیپذیرد. و حدود 500 خانواده به دلیل ناامنی‌ها در میدان وردک بیجا شده اند. امارات متحده عربی برخی از سرمایه گذاران افغان را از این کشور اخراج می کند. با آنکه اتاق تجارت و صنایع می گوید که تعیین ضرب الاجل به سرمایه گذاران افغان در امارات متحده عربی کدام مشکل اقتصادی را به افغانستان به بار نمی آورد، اما تاکید دارد که دولت باید مانع اخراج و یا وضع محدودیت بالای کاروبار افغانهای مقیم آن کشور شود. به تازگی گزارش های به نشر رسیدند که گویا به بیش از 600 افغان که مصروف فروش پرزجات موتر در شهر شارجه امارات متحده عربی بودند، دو روز فرصت داده شد تا این کشور را ترک کنند. آذرخش حافظی، مسئول روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات امارات متحده عربی تشویش دارند که مبادا این سرمایه گذاران افغان که شیعه مذهب هستند به نفع حوثی‌ها در یمن مشکل را در این کشور به میان آورند. وظیفه دولت ما این است که به آنها بفهماند که آنان اتباع افغانستان هستند و در اینجا میان شیعه و سنی کدام مشکل وجود ندارد. دولت این توضیحات را بدهد و همچنان این تضمین را به آن کشور بدهد که این سرمایه گذاران افغان هیچ وقت کدام کار غلطی را نمی کنند. آنها تشویش دارند که مبادا همین افراد به نفع حوثی ها کدام جنجال را ایجاد نکند. اما من فکر می کنم که این مسئله از لحاظ اقتصادی به افغانستان کدام مشکل را پیش نمی کند. این افغان ها از 30 سال به این سو با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در مناطق مختلف امارات متحده عربی، به خصوص شهر شارجه، مصروف تجارت پرزجات موتر و ترمیم آن هستند. ظاهرا پس از آشکار شدن این مسئله که برخی از افغان های مقیم ایران به جنگ سوریه و عراق سوق داده شدند، این چنین تعذیرات در برابر آن در سرمایه گذاران افغان که شیعه مذهب هستند در امارات متحده عربی وضع شده است. از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به این سو حوثی های شیعه در یمن بر ضد حکومت رئیس جمهور این کشور که از حمایت قوی عربستان سعودی برخوردار است قیام مسلحانه کرده و قدرت را در اکثر مناطق به دست گرفتند. کشورهای عربی به این باورند که حوثی ها از حمایت ایران برخوردارند و به طور غیر مشروع قدرت را تسخیر کرده اند. اشتراک چند افغان از ایران به جنگ سوریه و عراق نگرانی را در امارات متحده عربی به میان آورده که مبادا افغانها از کشورهای دیگر هم به جنگ یمن به پشتیبانی از حوثی ها ترغیب شوند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفته است که به زودی برای حل مشکل ایجاد شده به سرمایه گذاران افغان در امارات متحده عربی اقدامات صورت خواهد گرفت. وزارت خارجه از مشکلی که به میان آمده آگاهی دارد و در نظر است تا با روی دست گرفتن اقدامات سریع و جدی به حل این مشکل پرداخته شود و به زودی تصمیم اتخاذ خواهد شد تا از جانب افغانستان هیئت در سطح عالی رتبه با مقامات امارات متحده عربی گفتگوهای همه جانبه داشته و در جهت حل این معضل تلاش بورزند. برخی از کارشناسان افغان میگویند جهان باید بداند که شماری از افغانهای مقیم ایران تحت فشار و به درخواست این کشور به جنگ سوریه و عراق فرستاده شده اند. آنان تاکید می کنند که افغانها در خارج، به خصوص آنان که شغل تجارت و سرمایه گذاری دارند، هیچگاه علاقه به مداخله در مسائل داخلی و سیاسی کشورهایی که در آن زندگی می کنند را ندارند. و حال مرور داریم بر خبرگزاری صدای آمریکا.
فعالیت صدها رسانه چاپی در هرات توقف یافت. 4 تن از متهمان قتل فرخنده به اعدام محکوم شدند. آقای اتمر گفته داعش به افغانستان علاقه خاص دارد. و حال جزئیات بیشتر خبر از خبرگزاری صدای آمریکا. فعالیت صدها رسانه چاپی در هرات توقف یافت. در 13 سال پسین ولایت هرات پس از کابل همواره شاهد بیشترین فعالیت رسانه به ویژه عرصه مطبوعات بوده است. اما به گفته روزنامه‌نگاران رسانه‌های چاپی در این اواخر به دلیل کمبود امکانات، نبود منابع مالی و عدم حمایت دولت از فعالیت باز ماندند. نور احمد کریمی رئیس اتحادیه مطبوعات چاپی در حوزه غرب میگوید که پس از فروپاشی رژیم طالبان برای کارآمدن حکومت جدید بیش از 285 روزنامه، ماهنامه و مجله به گونه پراگنده در هرات به نشر می‌رسیدند که اکنون این رقم به 15 عنوان نشریه و روزنامه کاهش یافته است. آقای کریمی با تایید این مطلب دلایل چون مشکلات اقتصادی و عدم حمایت مقام‌های دولتی و نهادهای خصوصی را در کاهش نشریات هرات عنوان کرده می‌گوید با ادامه این روند احتمال می‌رود که دیگر شاهد هیچ نوع فعالیت چاپی در هرات نباشیم. وحید پیمان روزنامه‌نگار در هرات نیز بی توجهی مقام‌های فرهنگی را به این موضوع آسیب جدی بر پیکره فعالیت‌های مطبوعاتی در کشور می‌خواند. این روزنامه‌نگار افغان میگوید که با وجود تلاش‌ها هیچگاه نتوانستند از میان ادارات دولتی یک اشتراک به دست آورند تا بخش از مشکلات اقتصادی رسانه‌های چاپی را کاهش یابد. آقای پیمان به این باور است که دولت افغانستان از نوع روزنامه‌نگاری که در کشورهای دیگر چون ایالات متحده آمریکا نمونه برداری کند، کشوری که حرف اول را در بخش رسانه‌های چاپی می‌زند. اما آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید وقت بحث رسانه‌های چاپی مطرح می‌شود باید دلایل دیگری را نیز در بحث کندکاری مد نظر گرفت. آقای روفیان پایین بودن سطح سواد مردم، پرهزینه بودن رسانه‌های چاپی که مردم توانایی پرداخت حق الاشتراک آن را ندارد و افزایش شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی را در افغانستان از دلایل متعدد برای کمرنگ شدن کار رسانه‌های چاپی برمی‌شمارد. نگرانی روزنامه‌نگاران هرات از وضعیت رسانه‌های چاپی در حال مطرح می‌شود که همزمان با این ولایت 9 نشریه در ولایت فراس، 3 نشریه در ولایت بادغیس و دست کم 10 عنوان نشریه در ولایت غور از فعالیت باز مانده‌اند. و حال مرور داریم بر خبرگزاری بی بی سی فارسی. برادر فرخنده گفته خانواده ما از حکم محکمه ناخرسند است. 4 نفر به اتهام مشارکت در قتل فرخنده به اعدام محکوم شدند و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات رسانه افغانستان منحل شد. جزئیات بیشتر خبر از خبرگزاری بی بی سی فارسی. برادر فرخنده گفته خانواده ما از حکم محکمه ناخرسند است. مجیب برادر فرخنده میگوید که خانواده او از حکم دادگاه درباره افراد متهم به قتل او ناراضی است. صفی الله مجردی قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده 4 مرد را به اتهام مشارکت در قتل وی به مرگ محکوم کرد. همچنین 8 نفر دیگر به 16 سال زندان محکوم شدند و 18 نفر نیز بیگناه اعلام شدند. مجیب برادر فرخنده به بی بی سی گفت محکمه سلیقه‌ای بود و خانواده ما از این قضاوت راضی نیست. و افزود که اگر 18 نفر گناهکار هستند پس چرا جزا داده نشدند و اگر نیستند چرا خانواده های دیگر افغان ها در این روزها بجر به این که اینها قاتل فرخنده هستند در ماتم نشانده شدند. مجیب گفت در روز حادثه 50 الی 60 نفر با سنگ و چوب فرخنده را زجر کش کردند و اگر افراد رها شده مجرم نیستند، مجرمین اصلی کجا هستند؟ باید افراد مطابق به جرمشان جزا داده می شدند. در جلسه دادگاه بی بی هاجره بادر و محمد نادر پدر فرخنده نیز شرکت داشتند. محمد نادر خطاب به قاضی دادگاه گفت من از جناب شما می خواهم تا آنها را مطابق به قوانین شریعت اسلامی و قوانین کشور مجازات کنید و تصمیم منصفانه بگیرید. بی بی هاجره نیز گفت من عدالت می خواهم جناب قاضی، من فقط عدالت می خواهم، من هیچ چیز دیگری برای گفتن ندارم، من فقط عدالت می خواهم. این دادگاه تاکنون درباره 19 پلیس که در روز حادثه در محل حضور داشتند حکم صادر نکرده است. اما آقای مجددی گفته است که
حکم آنها روز یکشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فرخنده روز شنبه برگزار شد و دادستان پرونده متهمان را به 3 گروه تقسیم کرد. عاملان اصلی قتل فرخنده، مامورانی که در انجام وظیفه خود غفلت کردند و همچنین مامورانی که از صلاحیت‌های خود در وظیفه استفاده نکردند. حدود 1.5 ماه قبل مردان خشمگین در کابل فرخنده را با این ادعا که یک نسخه از قرآن را سوزانده با مشت، لگد، چوب و سنگ کشتند و جسدش را آتش زدند. قتل فرخنده خشم مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سراسر جهان را به همراه داشت و باعث اعتراض‌های گسترده نسبت به بدرفتاری با زنان در افغانستان شد. این موضوع از همان آغاز در میان مردم، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و محافل گوناگون در داخل و خارج افغانستان بازتاب گسترده داشت. در ادامه برنامه آغاز روز همراهی مان کنید. سلام و صبحتان بخیر، به برنامه آغاز روز خوش آمدید. در این بخش می خواهیم که درباره روز قلم با جناب محی‌الدین فرهمند بحثی داشته باشیم. جناب محی‌الدین فرهمند نویسنده هستند. جناب فرهمند خوش آمدین به بحث. سلام باشین، درود خدمت شما و بینندگان عزیز. می خواهیم سوال نخست ایتور بپرسم که از روز قلم چگونه بزرگ داشت شد؟ میخوایم از اینجا شروع بکنم که اساساً کشورهایی که در حال گذار هستند مثل کشور ما به گونه نیازمندی شدید برای فرهنگ سازی و بازخوانی اصول مبانی فرهنگیشان هستند که بدون شک یکی از این کارهایی که نیاز هست صورت بگیره نمادسازی هست که نامگذاری بعض روزها به نام مثلا به نام روز قلم از این قبیل را میتونیم نام ببریم. تلاش ها از 2.5 سال پیش به گونه از شکل گرفتن حرکت های مدنی در هرات که در روز زمان ما دانشجو بودیم آغاز کردیم، بعد دوباره در بامیان، بغلان، باز در بامیان، هرات به منظور نامگذاری 16 ثور به نام روز قلم آغاز یافت و خواستیم که این روز در سالنامه افغانستان درد شود که خوشبختانه از طرف شورای وزیران اینا تصویب رسیده، اما تا هنوز به تصویب نهایی مجلس نمایندگان نرسیده. انتظارها می رفت که باید که روز گذشته بود به گونه در کابل و بعضی ولایت‌های دیگه یک تجلیل باشکوه‌تری از این روز صورت بگیره، اما فقط ما شاهد بعضی حرکت‌های فردی مدنی بودیم که شامل توزیع کردن قلم برای کودکان بینوا در جامعه ما بودیم که بعضی از دوستای همگام ما این کار کردن. بخش دیگهش که بعد گرامی داشت صورت میگرفت، دیروز متاسفانه چون برنامه را مشاهده نبودیم از طرف هیچ نهادی، نه دولتی و نه غیر دولتی. بسیار خوب، چرا فرهنگ مطالعه در بین جوانان بسیار کم است و جوانان مطالعه نمی کنند؟ اینکه چرا جوانای ما به مطالعه رو نمیارند چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل تاریخی است. کشورهای دیگه که به گونه فرهنگ مطالعه در اونجا بیشتر نهادینه شده، اگر دقت کرده باشین، با یک پیشینه قوی خردورزی و رو آوردن به دانش، آگاهی و خرد را شما شاهدش هستین. مثلا در نظر میگیرین کشورهای اروپایی را که در اونجا قربانی های زیادی برای خیرات و آگاهی داده شده، اما در جامعه ما سابقه آنچنانی وجود نداشته و یکی از این علت ها میتونه ای باشه که یعنی ما با یک پیشینه قوی که تلاش های جدی را انجام داده باشیم برای نهادینه کردن خیرات ورزی نداشتیم. بخش دیگرش برمیگرده به وضعیت فعلی که جامعه ما دارن، به این معنی که خود فرهنگ مطالعه نیازمند بعضی شرایط و زمینه های خاص خودش هست. یک از اون زمینه ها امنیته، یعنی ما نیازمندی هستیم در یک جامعه که میخواییم فرهنگ مطالعه رو نهادینه بکنیم در اون جامعه امنیت نسبی وجود داشته باشه تا کسایی که مطالعه رو میارن با یک آسودگی خاطر نسبی بتانند به مطالعه و پژوهش و
اندیشه ورزی رو بیارند که متاسفانه در افغانستان به ویژه در 13 سال گذشته با وجودی که در بعضی زمانهای خاصش یک امنیت نسبی حکم فرما بود، اما هر روز به گونه خبری از انتحار، خبری از انفجار، خبری از سربریده شدن کسی شهروندی به گوششان و به گوش هر شهروند می رسیده و این خودش به گونه یکی از چالش هایی که امو فضای روانی لازمی که برای مطالعه لازم هست را نمیتونیم شاهد باشیم. تشکر میکنم. اگر ما افغانستان با کشورهای منطقه دقیقا با همسایش مقایسه کنیم، دقیقا اگر با پاکستان یا ایران یا هند کشورهای همسایه دقیقا اگر ما مقایسهش کنیم، فرهنگ مطالعه در افغانستان بسیار کم است. دقیقا در افغانستان روزنامه و کتاب خوانده نمیشه. اگر ساده بگیم، دقیقا اگر مختصر بگیم، دلیلش در چی است؟ بیشتر خدمت شما عرض کردم دلیل تاریخی وجود داره، دلیلی که برمیگرده به وضعیت فعلی جامعه ما وجود داره و همینطور تا حد هم ساختارهای فرهنگی ما هم به گونه ایمانی هست. شما اگر دقت کرده باشین، دستگاه شناخت‌شناسی یک فرهنگ خودش به گونه تعریف میکنه مجراهای تولید دانشه و در جامعه افغانستان یعنی مجرای تولید دانش با مطالعه زیاد مشخص نشده، یعنی با بعضی گزاره های تعریف شده که خیلی ها ثابت هست، یکی از گزاره ها گزاره های دینی هست. یعنی شما با یک گزاره های ثابت برمیخورین که خود اونا فقط قلمرو تولید دانشه و تفسیر دانشه مشخص میکنه و وقتی چون این شرایط وجود داشته باشه بدون شک باز زمینه بسیار کمتر میمونه برای اینکه به این مسائل. خیلی تشکر میکنم از شما جناب محی‌الدین فرهمند، نویسنده کشور. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی آماده نشر است، دوباره برمیگردیم. در تاریخ افغانستان، البته در تاریخ معاصر افغانستان، حادثه شاه دوشمشیره یا قتل فرخنده پیشینه ای نداشته و در این زمان حتی هیچ کشوری را نمیتونیم شاهد باشیم که اینچنین حادثه ای دو اتفاق افتاده باشه. حادثه ای که رخ داد داستانه سال جدید هجری خورشیدی بود، درست زمانی که مردم افغانستان میرفتن تا سال نو را جشن بگیرن. دقیق درست قبل سال نو در 28 ماه هوت سال 1393 هجری خورشیدی، مردان خشمگین فرخنده را به جرم سوزاندن قرآن کریم لت و کوب، سپس زیر موتر و بالاخره به آتش کشیدند. در تحقیقات پلیس کابل و کمیسیون حقیقتیاب ثابت گردید که فرخنده بیگناه بود. در هفته جاری جریان دادگاهی شدن یا محاکمه متهمان قتل فرخنده را پشت سر گذاشتیم و برای مردم افغانستان سوالات جدی و زیادی در این مورد وجود داشته که چرا فرخنده به قتل رسید و آیا جریان دادگاهی شدنش شفاف بود یا خیر. عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان را امروز با خود داریم و میخواهیم با ایشان در این مورد بحث بیشتر داشته باشیم. خیلی خوش آمدین جناب. سلامت باشین. شکر. میخواهیم با این سوال آغاز کنیم که جریان دادگاهی شدن یا محاکمه متهمان قتل فرخنده چگونه بود؟ تشکر. سلام و صبح بخیر خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون. اساسا مطابق قوانین نافذه افغانستان، وقتی که یک جرم صورت میگیره، ما خوشبختانه برای هر مرحله که او قبل از محاکمه است، جریان محاکمه است و بعد از محاکمه است، قوانینی را داریم که تمامی موارد را قبل از قبل پیش بینی کرده. مطابق ماده 289 قانون اجراءات جزایی افغانستان، زیر عنوان اجراءات اساسی یک سلسله موارد پیش بینی شده. این اجراءات اساسی موجودیت محاکم قانونی است، موجودیت صلاحیت حوزوی موضوعی است، اجرای تحقیق، تلاشی، موجودیت وکیل مدافع در تمامی جریان محاکمه، از جمله مواردی است که در این ماده پیش بینی شده. و در فقره دوم ماده 289 همین قانون اجرات جزایی قسمی بحث شده که اگر این اجرات اساسی به طور درستش مراعات نشه، حکم محکمه به بطلان مواجه میشه.
ما در جریان محاکمه دریافتیم که در بعضی از مواردی مشکلاتی وجود داشت، به خصوص کمرنگ بودن وکیل مدافع. بعضی از متهمین قضیه حتی وکیل مدافعی نداشتند و کسایی که وکلای مدافعی داشتند، ما از بعضی از وکلای مدافعی شکایات داشتند که گویا دسترسی به اسناد مهمی مانند صورت دعوای چارانوال نداشتند به طور درستش و وقت کافی برشان در نظر گرفته نشده بود. در پهلوی از این بحث شکنجه هم مطرح شد. یکی از متهمان ادعا کردند که گویا شکنجه شده به خاطر گرفتن تحقیق و اظهاراتش. ای از جمله مواردی بود که همچنان برخورد قاضی قسمن تساوی حقوق را در بر نداشت، چون ما زیر عنوان اصول و موازین محاکمه عادلانه یک سلسله اصول داریم، گرچند تطبیق تمامی قوانین لازم است، ولی یک سلسله اصولی است که از جمله تساوی در برابر قانون، حق سکوت متهمین، داشتن موجودیت ترجمان. ما اگر در نظر بگیریم وقتی که شخصی که افغانی الاصل عرب وقتی که میایه تا یک مدت زمان امی مباحثه به زبان عربی صورت میگیره، که اینجا این مسئله خب هر کس به زبان عربی بلدیت نداره. به می اساس موارد مثبت و خوبی هم بود. ماده 128 قانون اساسی افغانستان علنی بودن محاکمه را پیش بینی کرده که خوشبختانه این محاکمه علنی بود. در پهلویش بر پاکشیدن بعضی از مقامات بلندپایه مثل قماندان امنیه کابل و بعضی از اراکین دیگه بودند که اونا هم خوشبختانه آمدند بر محکمه و هم توضیحات خود را در برابر قاضی و محکمه ارائه کردند. یعنی این موارد مثبتش بود و ناگفته نباید گذاشت که امی جریان محاکمه تا یک حد از عجله کار گرفته شد و تعجیل صورت گرفت. میخوایم سوال این قسم ازتون مطرح کنم. دومین سوال را که دقیقا پدر فرخنده دو روز قبل در صحبت با رسانه ها گفت که ما به دخترم عدالت میخوایم. نهادهای حمایت از زنان یا فعالان حقوق زن و نهادهای جامعه مدنی هم اینچنین خواست را داشتن. سارنوال قضیه فرخنده 30 متهم را از دادگاه خواست که به اشد مجازات محکوم کنند. اما مهمترین گپی هست که حکم ای دادگاه آیا انتظارات یا خواستای مردم افغانستان را برآورده ساختن؟ خب اینجا دو مسئله مهم است. یکی احساسات مردم است، احساسات جامعه مدنی است. مردم در این هیچ شکی نیست که با اثر از این حادثه ذهنیتایشان مخشوش شدن و آرامش جامعه برهم خورد. احساسات مردم ایجاب می کرد و می کنه که همه به اشد مجازات محکوم شوند، ولی بحث عدالت مطرح است. در عدالت ما قبلا هم گفتم جرمی که به وقوع پیوسته، این جرم قبل از قبل در قوانین ما تسجیل یافته بود و قبل از قبل تعریف شده بود. در پهلویش محاکم مطابق ماده 116 قانون اساسی افغانستان یک نهاد مستقل است و قضات محترم در خصوص اصدار حکم از استقلالیت تام برخوردار است. به می اساس سارنوالی مطابق ماده 134 قانون اساسی یک مرجعی است که تحقیق و تعقیب قضایا را به پیش میبره و اینا هم در پیش بردشان مستقل هستند. خب سارنوال مطابق ماده 22 قانون اجرات جزایی چیزی را که مکلف است در موردشی است که وسایل اثبات جرمی را به طور جمع‌آوری میکنه که منفعت و ضرر متهم را در نظر میگیره و قضات محترم هم وقتی که حکم را صادر میکنه امو وسایل اثبات جرمی که به نفع یا به ضررش باشه، به هر اندازه که رقمش بالا باشه، به مو اساس
حکم خود را صادر میکنه. بناهن این مربوط به قضات است و قضات محترم دریافتن که به تعدادی که برایشان براعت دادن او هم مطابق قانون بود و به تعداد 18 تن و تعداد 4 تنی که به حکم اعدام محکوم شدن و 8 تنی که به حکم 16 سال حبس محکوم شدن، اینا همه موارد قانونیشان پیش بینی شده بود که ماده 396 فقره 3 قانون جزای افغانستان، ماده 28 قانون جزای افغانستان، ماده 39 قانون جزای افغانستان و این موارد، یعنی تا جایی که ما مشاهده میکنیم از لحاظ محتوا کاملا در مطابقت با قانون است و قضات محترم در این رابطه از استقلالیت خود استفاده کردند. دقیقاً. به نظرتون چه نواقصی در حکم دادگاه ابتدایی وجود داره که باید در استیناف تغییر کنه؟ خب نواقص مربوط میشه به طرفین دعوا. مطابق ماده 100 قانون اجرات جزایی میادهایی برای محاکمه برای مرحله استیناف و مرحله تمیز در نظر گرفته شده و به می اساس ماده 116 قانون اساسی افغانستان محاکم را به 3 مرحله تقسیم کرده به خاطر که عدالت به وجه بهترش تامین شود و حتی بحث تجدید نظر هم مطرح است در موارد خاصش. بناهن در خصوص اگر ما از نقطه نظر کسایی که فعلا برایشان براعت در نظر گرفته شده، چارنوال میتونه که استیناف خواهی بکنه در برابر از اینا، یعنی این براعت برای از اینا براعتی نیست که رها میشن و کسایی که محکوم شدن وکلای مدافعشان و خودشان اونا هم میتونن که استیناف طلبی بکنه و مواردی که عزیب بعد اگر پیدا میکنه یا هم استدلال خود، چون محاکم استیناف باز پروسیجرش نسبت به محاکم ابتدایی متفاوت است، اونا از تحت تأثیر محاکم ابتدایی قرار نداره. هر محکمه، هر قاضی در اصدار حکم خود از استقلالیت تام خود برخوردار هست و میتونه که اونا عموم این مربوط میشه به طرفین دعوا که اگر قناعت بکنه پس حکم قطعی است، ولی در صورتی که قناعت نکنه تا مرحله تمیز را حق داره که تمیز طلبی هم بکنه و در مواردی که مثل خطا در تعبیل یا خطا در تطبیق قانون به وجود به وقوع پیونده، در این حالت میتونه که حتی حق تجدید نظر را هم داره. یعنی این محاکمه نهایی نیست، اینا مراحل بعدی خود را دارند که به پیش خاطر رفته. به عنوان آخرین پرسش و جنبندی بحث ما، چه کارهایی باید برای دادخواهی از برای فرخنده باید انجام داده میشد که تا حال انجام دادن نشده به عنوان جنبندی؟ خب من فکر میکنم دادخواهی خوب صورت گرفت، به خصوص از طرف جامعه مدنی، چون نسبت به ارگانهای عدلی و قضایی عامه مردم قسمان بی اعتبار شده و جامعه مدنی از حراس از این که خدا نخواسته اینجا بی‌پروایی صورت نگیره بسیار به طور درست استادگی کردن. حکومت وحدت ملی هم نگرانی های خاص خود را ابراز کردن و توجه خاصی وجود داشتن برشان. من فکر میکنم که قضیه از یک نقطه نظری که اگر از عجله کار گرفته شده، ولی از نقطه نظر دیگه که مردم انتظارشان را داشتن، مطابق وصولشان قضیه به پیش رفتن، مطابق خواستای مردم به پیش رفتن، انشالله عدالت به واجب ترشتن میشه. تشکر میکنیم جناب عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، از اشراکتان در این بحث. سلامت باشید. تشکر. دوستان عزیز، بحث ما همچنان ادامه داره اما پس از درنگ کوتاه. بازم خوش آمدید. میخوایم جناب مصباح این پرسش ازتون مطرح کنم که آیا بازداشت ای 49 تن به گونه شفاف در مدت 3 روز که صورت گرفته، آیا واقعا شفاف بوده جریان بازداشت ای 49 تن؟ خب تا جایی که
شواهد که نشان دادن بله کسایی بودن چون مورد سوء زن قرار گرفتن و در یک حالت اتهام قرار گرفتن مطابق ماده 25 قانون اساسی افغانستان براتزمه حالت اصلی است و متهم تا زمانی که به حکم قطعی محاکم با صلاحیت یا محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره شخص بیگناه است بناهن به منظور وضاحت قضیه به هر تعداد کسایی که اگر تحت اتهام یا تحت سوء زن قرار می گرفت از دیدگاه حقوقی کدام مشکلی برش وجود نداشت ولی تارنوال مطابق قانون اگر صلاحیت اقامه دعوا را داره اگر صلاحیت اجرایی را داره که اتهام نامی را علیه یک متهم درج بکنه این صلاحیت را هم داره که دوسیه را حفظ بکنه و مظنون یا متهم را رها بکنه بناهن از لحاظ حقوقی به هر تعداد کسایی که اگر در این قضیه چون قضیه بود که در ملای عام صورت گرفته بود و احتمال از این را داشت که تعداد زیادی در این قضیه مورد اتهام قرار بگیره بناهن از لحاظ شفافیت برشان کدام مشکلی وجود نداشت به لحاظ حقوقی قرار دادن این 49 تن و شاید هم در بین از اینا افراد بیگناه هم بوده باشه قرار دادن از اینا در برابر دوربین رسانه ها و در محضر عام آیا کار درستی بود؟ خب همین یکی از بحث ها همین است که تشهیر چهره یک شخص او هم زیر نام مجرم گرچن نامتهم بودن در تلویزیون ها در رسانه ها این در حقیقت خودش نوی از مجازات تکمیلی است که اینجا این موضوع در تضاد با ماده 25 قانون اساسی افغانستان قرار گرفت و هم با صورتی که جامعه ما یک جامعه سنتی است و قضیه هم به حد حاد و به حد احساساتی است که خب امی تعداد 18 تنی که فعلا به خصوص براءت گرفتن پذیرفتن اینا دوباره به جامعه کار ساده نیست بناهن به نظر ما یکی از حقوق اساسی متهمین بودن که نقض شد و این موضوع در حقیقت برخلاف از موازین محاکمه عادلانه صورت گرفت و به این حدی که رسانه‌ای میشه این در حقیقت خودش نوعی از مجازات است که قبل از اصدار حکم برای متهمین داده شد و داده میشه دادگاهی شدن متهمان قتل فرخنده آیا تانسته که قاطعیت و جدیت محاکم افغانستان ثابت کنه و اعتماد از دست رفته مردم را البته بالای نظام قضایی کشور دوباره اعاده کنه خب تأثیر داره ما قبلا هم گفتم به خصوص به پاکشانیدن بعضی از اراکین چون معمولا در افغانستان وقتی که اراکین بلندپایه دولت مرتکب کدام جرمی میشه کدام خطایی میشه اونا معمولا محاکم علیه از اونا در طول تاریخی ثابت شده که رفتارش سلیقوی است و شکل تبعیض‌آمیز است بناهن در این قضیه اعتبار تا یک حد امکان اعاده شدنش است ولی یک موضوع قابل بحث است که تناسب در بین قضایا در محاکم افغانستان به طور درستش در نظر گرفته نمیشه ما اگر فرض بکنیم قضیه کابل بانک بیشتر از 4 سال دوام کرد و اگر ما تناسب را به قضیه حادثه تجاوز گروهی پغمان ببینیم او در ظرف چند هفته ختم شد و به همین اساس این قضیه هم یعنی ما طرفدار از این نیستم که به این شکل به عجله برای تعداد 49 نفر در ظرف 3 روز تمامی محاکمش ختم شود یعنی باید تحقیقات بیشتر میشد تحقیقات بیشتر میشد از دقت زیادی استفاده میشد سعی کنین در قضیه پغمان در محکمه ابتدای 7 نفر به حکم اعدام محکوم میشه و در مرحله استیناف این رقم به 5 نفر میرسه خب بحث اعدام حق حیات است و این مسئله ساده نیست بناهن از طرف دیگه
در تحقیقات مزید عوامل اصلی جرم و مرتکبین اصلی یا کسایی که در پشت سر همچو قضایا دست می داشته باشند ای برملا می شه و اصطلاح دیو پروسس یا اصطلاح تطبیق همگی قوانین ای به طور درستش عملی می شه چون شکایاتی را که وکلای مدافع داشتن که گویا دسترسی به اسناد ندارن و از طرف دیگه در قوانین ذکر شده که وکیل مدافع باید وقت کافی را برای مطالعه دوسیه داشته باشه تا امو مدافعاتی را که لازم است مطابق با قانون او را ارائه بکنه خب در این قضیه این مسئله درست نشد در چهارشنبه هفته گذشته جلسه مقدماتی صورت گرفت پنجشنبه هم رخصتی بود بالاخره به روز شنبه محاکمه آغاز پیدا کرد این به این معنی است که بر وکلای مدافع وقت کافی در نظر گرفته نشد و این سبب شد که این سبب میشه هم پیش برده همچون قضایا که عادلانه بودن محاکمه تحت سوال قرار بگیره وکیل مدافع یک رکن از محاکمه است و بدون موجودیت از او محاکمه درست نیست و اساسش هم ماده 289 قانون اجرات جزایی است که و که اجرات اساسی را مورد بحث قرار داده و اساس موجودیت وکیل مدافع در ماده 31 قانون اساسی افغانستان است که یک شخص به مجرد انتصاب اتهام علیهش میتونه که وکیل مدافع داشته باشه الا قطعیت حکم محکمه تا آخرین مرحله و ناگفته نباید گذاشت که وکلای مدافع در دو بخش تقسیم شده وکلای است که به طور مستقل کار میکنه در مقابل اجوره یا هم وکلای هستن که مؤسسات برشان خدمات را ارائه میکنه و یکی هم وکلای مدافع است که مربوط به وزارت عدلیه میشه او وکلا اساسش در ماده 31 قانون اساسی است و برای متهمینی که بی بضاعت باشند ای وکلا جا داره و ماده 152 قانون اجرات جزایی برای سارنوال حکم میکنه یا مکلفیت میده برای سارنوال در صورتی که نویت جرم جنایت باشه باید وکیل مدافع موجود باشه بسیار خوب میخوایم فقط در سه نکته بسیار کوتاه بر ما عرض کنین به عنوان جمع‌بندی باز هم که چه مواردی را باید انجام میداد این هیئت حقیقتیاب و در عین زمان پلیس کابل به خاطر بررسی بیشتری قضیه چه کارهایی را باید انجام میدادیم که تا حال انجام ندادیم پیشنهاد شما چی است یک دو سه در سه مورد اگر خلاصش کنید تشکر تطبیق همجانبه ماده 289 قانون اجرات جزایی موضوع بسیار مهم است که در این عرصه برای پافشاری به موجودیت وکیل مدافع چون این مسئله بسیار مهم است تحقیق که وظیفه اصلی سارنوال مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان است به طور همجانبه و به طوری که در قوانین پیش بینی شده یعنی منفعت و ضرر متهم از سران و صاحبای محترم تقاضا میکنیم وقتی که تحقیق میکنن به خصوص جمع‌آوری وسایل اثبات جرمی اینا از اصل بی‌طرفی استفاده بکنن و در ضمن منفعت و ضرر متهم را در نظر بگیرن و تطبیق قانون در تمامی عرصه‌ها از خواستای ماست سلامت باشین جناب عبدالسبحان مصباح خوش آمدین به برنامه ما و عزیز بیننده پس از درنگ کوتاهی دوباره برمیگردیم.